سلام علیکم، چطورین؟ خوش اومدین به یه آنباکسینگ دیجی کالای دیگه. خیلی وقت بود این مدل پستو براتون نگرفته بودم. آنباکسینگ کالای زیر 30,000 تومن رو داریم و مثل همیشه کالای خوب و کاربردی، تا حدی که بعضیشو بشه کادو داد. دقیقا دلیل اصلیش هم که خیلی وقت بود نگرفته بودم همین بود، چون برای این آنباکسینگ من خیلی وقت میذارم تا بتونم کالای خوب پیدا کنم، بعد کلی تو دیجی کالا بگردم، ریویو رو بخونم تا بتونم زیر 30 تومنی خوب پیدا کنم. بریم که بازش کنیم. مورد اول اتفاقا از همون است که میشه کادو داد، تو فکر کنم با زیر 30 تومن میتونی یه کادوی خیلی خوشگل بگیری. یه انگشتر گرفتم. قدیمی ها میدونن که من انگشتر از دیجیکالا خیلی سفارش میدم، حتی اینا که الان دستم هم باز از دیجیکالا گرفته بودم و در کمال تعجب اصلا خرابم نشدن، هیچ کدومشون زنگم نزدن. خیلی قشنگه. من سایز 6 گرفتم. از این انگشتره سنگ داره، طرح جواهره، حالا عکسش هم براتون میذارم که از نزدیک ببینین. واقعا جلوه خوبی داره، امیدوارم که اینم مثل بقیهش خوب بمونه و خراب نشه. واقعا فکر نمیکنم اینو زیر 100,000 تومن بشه جایی پیدا کرد. اولیش که خیلی خوب بود. بریم سراغ بعدی. ای گفتین چیه؟ این برچسبا هم حواستون باشه دیگه، دور نریزین که اگه بخواین مرجو کنین اینا باید باشه. اینا برای شستشوی براشای آرایشیه. من فکر میکردم که فرق کنه مدلاش، ولی دقیقا یکی. حالا میتونین با دوستتون با هم بگیرین، منم یکشو میدم به یاسمن، ولی خیلی چیز خوب و کاربردیه. جنسش مثل سیلیکون نرمه و این قسمتش خالیه، میتونین دستتون رو بکنین توشو، براشتون رو قشنگ بکشین روی این دندونا تا خوب تمیز بشه. من خیلی وقت براشامو نشستم، اینو دیدم گفتم حتما بگیرم که خیلی اینجوری فکر کنم بهتر تمیز بشه. حالا اگه شد براتون ویدیو هم میگیرم، چون میخوام حسابی لوازم آرایشمو تمیز و مرتب کنم. بریم سراغ بعدی. یه قالب یخ گرفتم، طراحیش به نظرم خیلی بامزه اومد. شکل قایقه و میشه گفت یه قالب یخ تک نفره است و یه پارو هم داره که میتونی یخا رو باهاش در بیاری. پارو هم قشنگ میاد اینجا جا داره. خیلی چیز کیوت و خوشگلیه به نظر. فقط تنها بعدیش این بود که تک رنگ بود و همین نارنجی رو فقط داشت. اگه رنگای دیگه هم بیاره که بشه با ظروف ست کرد باحال‌تر هم میشه، ولی خیلی چیز خوشگلیه به نظر. و بهترین خوبیش هم اینه که پلاستیکی نیست، می‌بینین سیلیکونیه و خب از تو اینا خیلی راحت‌تر یخ در میاد، نیازی نیست آدم آب گرم بریزه. بامزه بود، من دوستش داشتم. اینکه قالباش هم کوچیکه خوبه، از هر بطری و اینا رد میشه. بریم بعدی. خب بذار اینو باز کنم که بقیه هم آنباکسینگ رو با این انجام بدیم. یه دونه این کاترهای مینی گرفتم که دیگه اینقدر تو آنباکسینگ ها از چاقو و قیچی های بزرگ استفاده نکنم. اینم باز فقط آبیشو داشت، من دوست داشتم که یه رنگ دیگه باشه، ولی خب قیمتش مناسب بود. تیغش هم فکر کنم یه بار مصرف هزینه‌ای نیستش که بشه برید هی تیز بشه. خالته سایزش هم چون کوچیکه، حالا امیدوارم بشه تیغش رو عوض کرد، وگرنه خب الکی آدم هر دفعه باید یه تیک پلاستیک بگیره. تو ببینیم حالا تیزیش چطوره. نه مثلا اینکه واقعا تیز و خوبه. یه قالب بستنی گرفتم که برای این فصل خیلی احتیاج میشه، کلی میشه بستنی یخی خوشمزه توش درست کرد. بین این مدل و این مدل خیلی مونده بودم که کدومو بگیرم، چون این خوشگل‌تر بود، شکل بستنی بود و دونه ای هم بود، البته اینجوری به هم وصل نبود، ولی بعد دیگه تصمیم گرفتم اینو بگیرم چون این یه ویژگی خوب داره، اونم این نیاشه. دیدین که بستنی آدم خوش درست میکنه، آب میشه و میریزه، این دیگه میره تو این محفظه و میتونی با این نیه بخوری و دیگه نمیریزه کثیف کاری بشه. و اینکه من اینجوری فکر میکنم 4 تاش به هم وصله بهتره برای توی فریزر گذاشتن تا دونه دونه. امیدوارم که خوب باشه، سایزش هم خوبه، بزرگه. ریویو هم نوشته بودن که خوب و خوب بستنی مثلا از داخلش در میاد، حالا باید امتحان کنم ببینم چه جوریه. خب بازم اکسسوری داریم. یک کلیپس طلایی گرفتم، طرح پروانه است. اگه یادتون باشه قبلا یه مدل از این کلیپسا گرفته بودم برای مامانم، اون خوب بود و زنگ نزد، گفتم که منم یه دونه بگیرم. اینا خیلی روی سر خوشگل وای میستن. اندازش خیلی بزرگ نیست، من خودم هم سایز کوچیک میخواستم، ولی میبینی خیلی قشنگ وای میسته روی سر و نمای خوبی داره. خیلی مدلای زیادی دارن این طلایی فلزی، ولی خب بعضیاش کامنتاش خوب نبود.
این خوب و تمیزه و به نظرم با این قیمت ارزش خرید داره. بریم بعد. یه شونه چوبی گرفتم که البته تو عکسش من فکر میکردم بزرگتر باشه. میگن که خیلی بهتره که مو رو با شونه چوبی شونه کنیم و حالا برای مو خوره و اینا مخصوصا. من خودم اصولا موهام برس میکشم ولی خب گفتم اینم امتحان کنم و به نظر رسید برای تو کیف گذاشتم و حالا سفر بردنم خیلی گزینه بهتری از برسه. این خیلی جمع و جوره، همیشه میتونه همراه آدم باشه. کیفیت ساختش هم به نظر من خوبه، تمام دندوناش منظم و یه اندازه و قشنگ سوهانکشی شد و ترتمیزه. اینم خیلی سیزه خوب بود. یه چیز باحال دیگه هم که دیدم این قلمهای استون بود و باز کنم بهتون نشون بدم. یه چیزی تو مایه های غلط‌گیره ولی خب باید توش استون بریزی اینجوری. دیگه آدم خودش تو خونه که لاک میزنه دور ناخوناش کثیف کاری میشه، این دقیقا برای اینه که اونا رو راحت تمیز کنی. تا خب با گوش پاکن هم میشه ولی این راحت تره دیگه. یه سری که روشه و سه تا هم زاپاس داره. حالا نمیدونم از هر سری چند بار میشه استفاده کرد، یه بار مصرفه یا نه، باید امتحان کنم. و این قسمتش هم باز میشه، میتونین توش استون بریزین. دقیقا مثل ماژیک دیگه، ولی خب استونش رو خودتون بریزین، نداره روش. به نظرم چیز باحالی اومد، امیدوارم که کاربردی باشه. اینم از این. یه دونه از این پروتزای شنیون گرفتم، البته تا جایی که یادم من قهوه‌ای روشنشو گرفتم، مشکیش ارسال شده. لایک خوب باشه میدم به یاسمن. شکلش شبیه دوناته و سیمای خیلی ریز پلاستیکی درست شده. اینو بیشتر برای گوجه کردن استفاده میکنن. حالا یه عکسم اینجا خودش گذاشته که چجوری. اگه فیلمشو پیدا کردم براتون میذارم اینجا که ببینید. چیز باحالی اصولا سایزهای مختلف داره، باعث میشه که یه گوجه ترتمیز و خوشگل داشته باشیم. اینم باز قیمتش خیلی مناسب بود و ارزش امتحان کردن داشت. یه جوراب مشکی میخواستم، این طرح و سفیدش هم قبلا گرفته بودم بهتون نشون داده بودم، سفیدش که خیلی خوب بود. خیلی تیزه کاتره، قشنگ خوراک آنباکسینگه. از هم به خوشگلی سفیدش نیست. حالا سفیدش هم براتون عکسشو میذارم، سفیدش خیلی قشنگه. سایزش هم به نظر کوچیک میاد. دوستش نداشتم. من زیاد از دیجیکالا جوراب میگیرم، دیدین دیگه، ولی این خوب نیست. اگه خواستین بگیرین حتما سفیدشو بگیرین، این به نظر تنگ میاد اصلا. یه خرید ناموفق. یه بسته کش چلگیس گرفتم رنگ مشکی، قیمتش به نظرم خیلی خوب بود چون من از این کشا زیاد میگیرم، دیدین دیگه، اکثرا موهامو یا میبافم یا جمع میکنم و از اینا زیاد استفاده میکنم. قیمتش بیرونم تقریبا همینه ولی این تعدادش بیشتره، این 500 تاییه. تقریبا از لوازم آیشی که میگیرم نصف این توش داره. اینم خوب بود. دیگه چی داریم؟ یه چند تا هم گلس گرفتم. چند وقتی هستش که دیگه از دیجیکالا گلس میگیرم، خیلی به صرفه تر و بهتر. البته دیگه خب نصبش با خودتونه، ولی از نظر قیمتی واقعا از جاهای دیگه ارزون تره. برای همه گوشی هم داره، هر برندی که باشه گوشیتون، حالا سامسونگ، آیفون یا هر چیز دیگه، ولی حتما نظراتش رو بخونید. انواع مدل هم داره، حالا هم سرامیکی، شیشه‌ای، قیمت های مختلف، حتی مثلا از 5-6 تومن من دیدم داره به بالا. آخرش هم یه سوهان ناخونه، حالا امیدوارم جنسش خوب باشه و از اینا نباشه که زود کنده میشه برده سوهانیش. چقدر کارم راحت شد با این، چرا زودتر نمیگرفتم؟ اینجوری دروه. من همیشه ناخونام کاشته ولی خب دیدیم بعده مثلا یکی دو هفته پله میشه وقتی ناخون خود آدم در میاد. قشنگ مایی میشه صاف کرد و سطحش رو یه دست کرد. برای فرم دادن خود ناخونم من ازش استفاده میکنم، برای ناخون طبیعی هم که خب 100% میشه استفاده کرد. اینم از این. آنباکسینگ امروزمونم تموم شد، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. به نظر من که همش خیلی خیلی خوب بودم و نسبت به قیمتشون واقعا میارزیدن.
حالا به غیر از اون جورابه، اونم البته در حدی نبود که بخوام مرجوش کنم، نگرش میدارم. اگر اینجور ویدیوها رو دوست دارین حتما برام توی کامنت ها بنویسین که بیشتر براتون بگیرم. مرسی که با این ویدیو همراه بودین و تا ویدیوی بعدی و آنباکسینگ بعدی، خدافظ.